میلاد جان سلام. سلام میکنم دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی. من خوشحالم که داریم در ریشت دوباره برگردم. آره خیلی اتفاقی زیاد گفتن بذار در خیلی بله. به منم پیشنهاد داده ریش بذارم مثل خودش، بعدم موامو بپرسه. میلاد اصلا تو جایی نیست که بخواد پیشنهاد بکنه وقتی خودش ریششو زده. بعد تا وقتی که ریشت برنگرده حتی انتقاد کسی که خیانت کرد به اون ریش نمیتونه بیاد. خب دوستان، من این هفته و هفته بعد استثنان شنبه خونه هستم و کاش مثلا زودتر میگفتم، با توجه که مهمونتونم نیومد، اون موضوعی که اون دفعه در تو باش صحبت کردیم میشد یه برنامه مفصل بس در رابطه باش. نمیدونم چقدر میخواید صحبت کنید، الان چقدر وقت داریم؟ من دو تا موضوع هست. دوتا موضوع فقط عنوانش رو بگو که ما یکیش رو انتخاب کنیم بعد یه موقع دیگه. آره یکیش همین بحثی بود که ما چند وقت پیش اتفاقا جان بابک جان نفهمیدم دیگه. اگه موضوعی هم باشه که از قبل مطالعه هم در موردش بکنیم، اگر چیز خاصی باشه که با اطلاعات بیاد. نه کمونیستیه، مطالعه لازم نمیخواد بابک، من میتونم همین الان. چه ضد کمونیستی آرمین، من نمیدونستم اینو. ببین جدیدن تو کلاس بگو آرمین بعد من بگم. نه من اگه ازم بپرسین کدومش بدتره، دین کمونیستی یا نجات ستیزی، کمونیست. من سخت انتخاب کنم. در این حتی کمونیسم رو بد میدونیم به شدت. خب من فکر کنم هزینه کمونیستی برای دنیا توی مدتی که زنده بوده از اسلام بیشتر بوده، میدونی نازم چه؟ یعنی اگه هزینه اسلام بیشتره به خاطر اینکه بیشتر با ما بوده، و تو طول مدت عمری که کمونیستی داشته، تو اون مدت هزینه کمونیستی برای جهان از هزینه اسلام بیشتر بوده. آره خب تو، من فکر میکنم یک نظام در حقیقت حکومتی میدونی کمونیسم رو که یک مقطعی در قدرت بود. نه پیشفرض اشتباه. چون الان من حتی کمونیسم هنوز زنده است، جنبش های کمونیسم من... هنوز هست. بله هنوز هم داره هزینه میده. من میگم کمونیسم اخه من میگم تموم شده از این جهت بینی نمرده. من حرفم اینه که الان همین الان که ما داریم من گفتم مرده؟ نه من گفتم تو مدتی که تو یادم نیست چی گفتم. من گفتم تو مدتی یعنی نیست دیگه، حالا تو مدت... نه الان هست. نگفتم چون اسلام هم هنوز هست. نگفتم که مرده. تو مدتی که بوده یعنی از وقتی که اومده هنوز هم هست. خب نگفتم که مرده، ولی من خیلی فکر خیلی اتفاقا به ما ضد کمونیستا این نقد رو میکنن که شما فکر میکنین که اون کاری که استالین و ماو و چه میدونم بقیه یکی دیگه همون استالین و ماو لنین و آره. میگن فکر میکنن که اونا چیزن، اونا اینا کمونیستی هن. خب نه، هزینه من مشکلم با همون مارکس. مشکلم با همون کمونیستی، یعنی حتی یعنی من مشکلم با کمونیستی، من فکر میکنم اتفاقا مرگ های خیلی ها مثلا تا میگن کمونیستی فکر میکنن هزینه داره، خشونت های کسایی مثل استالین و ما رو فکر میکنن وقتی که میگن هزینه کمونیستی. خب در صورتی که من میگم کسایی که از گرسنگی مردن به خاطر سیاست های اقتصادی کمونیستی از کسایی که با از خشونت استالین و ما مردن بیشتر بوده. یعنی هزینه کمونیستی یعنی هزینه کمونیستی بیشتر به خاطر سیاست های اقتصادی شه. اون خشونت گراییش البته یه مقدار مارکس هم معلومه که خشونت گرا بوده، ولی نه به اندازه استالین و ما اون اصلا خشونت گرا نبوده. ولی من میگم هزینه اصلی که مارکس برای دنیا داشت به خاطر سیاست اقتصادیش بوده، نه به خاطر پیشنهاد اقتصادیش. کدوم بخش از خشونتش. مارکس خشونت میدونی؟ یعنی کجا مارکس گفت اون قسمت مارکس رو که اومد پیشنهاد کرد که تنها راه پیروزی کارگران با یک انقلاب سوسیالیستی مثلا امکان پذیره. آره ولی خب نه ببین، ولی انقلابی هم که پیشنهاد کرد با این بود که تفنگ دست یعنی ابزار خشونت دست کارگرها بیفته و یعنی به زور مثلا یعنی وقتی که به زور پیشنهاد انقلابی که کرد پیشنهاد یک دسته از آدم های جامعه با استفاده از خشونت و تحمیل عقایدشون بر تمام
بر بقیه جامعه بوده. خب یعنی این پیشنهاد خود مارکس بوده به طور خیلی مستقیم. خب و نه. از این و اگه بخونی اینجوری نبوده که فقط بیاد پیش بینی کنه که این اتفاق میفته، نه تنها پیش تبلیغش هم تو نوشته هاش بود، فقط پیش بینی نبود. خب ولی خب هر چقدرم که من میدونم که مارک خشونت رو یه مقدار تبلیغ کرد، اصلا شبیه اون کاری که استالین و مام کردن و هیچ وقت مارک پیشنهاد نکرد. به نظرم تو اشتباه ترسیم میکنی صحنه معرکه و صحنه مبارزه رو. مارکس معتقده که طبقه کارگر، من مشکل ببین، تو داری میری توی بحثی که من گفتم اصلا بحث من نیست. خب یعنی اکثر کمونیست‌ها وقتی میخوان بیان کمونیست رو دفاع بکنن، میان همین دفاع میکنن از اینکه این خشونتگرایی استالین و ماو چیزی نبود که مارکس میگه. خب من میگم اصلا بحث من این نیست، بحث من اینه که اصلا از نظر اقتصادی حرف بزنم. من نکته دیگه ای میخواستم بگم. من بحثم سر این بود که وقتی که شما قائل به انقلاب هستید و معتقد هستید که مردم، حالا یا طبقه کارگر، باید از طریق انقلاب امور رو در دست بگیرن، چاره ای ندارن در حقیقت به غیر از برسات انقلاب کردن اون زمام امور و قدرت سیاسی رو قبضه بکنن، در یک مقاطعی احتمال وجود داره که انقلاب مسلحانه هم بشه. اینو لزوما نه مارکس... چرا؟ نه مارکس نگفت که احتمال داره، مارکس گفت باید اینطوری بشه. میشه آخه، اصلا یه روند طبیعیشه. خب ببین عوض شد حرفه، تو گفتی که احتمال داره، در صورتی که مارکس گفت اینجوری میشه، باید هم بشه. آره خب نه مارکس فرق داره با اینکه احتمال داره اینطوری بشه. آخه ببین آرمین جان، قصاص قبل از جنایت که ما نمیتونیم بکنیم که. ممکنه هم از یک حکومتی در دنیا، من قصاص قبل از جنایت نکردم، من قصاص تبلیغ جنایت کردم. نه آخه بحث جنایتکار خود جنایت نه تبلیغ جنایت هستن. بحث سر اینه که به قول خامنه‌ای میگه جای قاتل و مظلوم عوض نشه. نه خب ببین برمیگردی به اینکه ببین، خب شما مثل دین یه گناهی رو از خودتون اختراع کردین و میخواین گناهکار رو مجازات کنین. خب من خب راهکار تو در راه ببین، اولا دو تا نکته هست. تو مخالف حکومت‌های سرمایه‌داری هستی یا نه؟ یک. دو، اینکه اگر ما بپذیریم که باید حکومت‌های سرمایه‌داری رو بندازیم، راهکار تو چه هست؟ خب نه، من اگر مخالف حکومت‌های سرمایه‌داری هم باشم، به خاطر سرمایه‌داریشون نیست، چون یه کاری دیگه هم هست که کمونیست‌ها می‌کنن. خب میان میگن آیا تو مخالف حکومت‌های سرمایه‌داری هستی یا نیستی؟ خب برای اگه بگی هستی، بعد میگن خب پس باید علیه سرمایه‌داری باشی. اگه بگی نیستی، میان تمام جرم جنایت‌های این حکومت‌های سرمایه‌داری رو مثال می‌زنن، میگن پس تو مخالف اینا نیستی، در صورتی که تک تک این حکومت‌های سرمایه‌داری جرمایی رو که کردن، من مخالف اون جرما هستم، نزالت سرمایه داریشون نیازم شه. یعنی اگه حکومت هایی هم که مخالفشون هستم، مخالف جرماشون هستم، به خاطر سرمایه داریشون نیست که مخالفشون هستم، به خاطر جرمایی که دارن انجام میدنم که مخالفشونم. مثلا الان من یه مثال برات بزنم، اسلام سیاسی خب که در خاورمیانه هست، آیا تو اصلا افقی میبینی که با این مناسباتی که الان در دنیا هست اسلام سیاسی از بین بره؟ من میگم نه. تو چه زمانی؟ توی همین بله. برسال 50 سال 60 سال، یعنی نه. بحث زمان رو من نمیتونم بگم. تا زمانی که این مناسبات در دنیا هست، اسلام سیاسی هم هست. باید این مناسبات بله. اقتصادی در دنیا تغییر بکنه که اسلام سیاسی هم هست. متوجهی؟ مناسبات نه. که الان اسلام سیاسی رو تو در چارچوب حفظ نظام های سرمایه‌داری چجوری میخوای از بین ببری؟ اینو برای من توضیح بده. من فکر نکنم امروز 11 سپتامبر بله، من اصلا داشت به همین داشتیم موضوع برنامه اول اصلا برنامه هیچ جور من همین نمیخوام بگم. تو هیچ افقی نمیبینی که تا زمانی که این نظم جهانی در دنیا هست، اسلام سیاسی از بین بره، تروریسم اسلامی تا زمانی که سرمایه‌داری در قدرت وجود داره. حالا من سوالم از شما، میدونی میلاد خب انقلاب خشونت، مارکس هم من یه سوال دارم، شما چجوری میخواید مثلا اسلام سیاسی رو؟ من میخوام جواب بدم، ولی هر موقع میخوام جواب بدم فقط میلا سوالش رو 3-4 بار همونجوری تکرار میکنه. بابک تو بگو. بابکم بگه. الان میلاد داره میگه که بر اساس این نظامی که در دنیا از اسلام سیاسی وجود داره، یعنی اعتقاد داره که بر اساس اون ایدو نظرهای کمونیستی توانایی این که اسلام سیاسی رو از بین ببرن، یعنی این کمونیستا این کارو میتونن انجام بدن، تواناییشو دارن. این اگر نظام
دنیا عوض شه بره تو حالت کمونیستی امکانه؟ حتما اینو جواب میدم. بردن اسلام سیاسی رو دارن؟ بذار آرمین صحبت بکنه، حتما سوال خوبیه، جواب میدم. این مقدار شباهت داره به این که مثلا من خونم مثلا مشکل سوسک داشت، البته بگم مورچه برای اینکه یه موقع کسی فکر نکنه من دارم مسلمون دارو. نه اصلا نباید اینو بگم، برای اینکه یه موقع بقیه فکر میکنم من دارم مسلمون دارو با یه چیز غیر انسانی تشبیه میکنم. بگم خونم مثلا مشکل، یه مثالی بزنم که مثلا یک چیز غیر انسانی نباشه، مشکل چه میدونم یه مشکلی داره، مثالش نمیذارم. خب من هر چی سعی میکنم این حل بکنم، یه مشکلی که با خونه های من توی منطقه من میاد، خب هر چی دارم سعی میکنم حلش کنم، بعضی وقتا میتونم کمترش کنم، بعضی موقع برمیگرده، ولی راههایی پیدا کردم که میتونم مثلا تاثیرش کمتر کنم ولی حذفش نمیتونم بکنم. میلاد میام بگه آرمین تنها راهش اینه که تمام خونه تو آتیش بزنی. بزن خونه تو داغون کن، بولدوز بزن خونه تو داغون کن، برای اینکه این راه حل این مشکلی که الان اینجا وجود داره، هیچ راه دیگه به غیر از این وجود راه نداره. راه خودتو بگو آرمین جان، راه آلترناتیو من من میگم که ممکنه تنها راهش این باشه که یعنی راه حذف کامل نداریم. خب یعنی اگه راه حل شما این باشه که ما تمام خونه رو خراب بکنیم، اگه تنها راه حلش این باشه، ما ترجیحاً نمیخوایم همه خونه رو خراب کنیم، و اینکه هزینه‌ای که شما هزینه بولدوز کردن خونه‌مون از این مشکلی که شما میخواین حل کنی بسیار بیشتره. من میگم من کاری که یه چیزی که نه خب من میگم تو کوتاه مدت هم اینجوریه، اتفاقا تو طولانی مدت من فکر میکنم اسلام نه تنها اسلام سیاسی، اسلام به طور کامل هست میشه. یکی از دلایلی که اسلام به طور کامل هست میشه به خاطر همین سیستم سرمایه‌داریه. خب این سیستم سرمایه‌داریه که باعث شده که یک تکنولوژی ما داشته باشیم که ما بتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، آیفون و کامپیوتر. نه این کاملا جواب سوال تو. خب من میگم تو مدت کوتاهی که تو گفتی که آیا اسلام سیاسی هست میشه، مثلا گفتی 50-60 سال، نه تو 50-60 سال دیگه نه اسلام هست میشه نه اسلام سیاسی هست میشه، ولی توی مدت طولانی تر اگه وقت بیشتری بدی به تمدن، هم نه تنها اسلام سیاسی، اسلام هم هست میشه، و اسلام به این نه تنها اسلام هست میشه، دین به طور کامل هست میشه. دین هم به طور این کامل برای این هست میشه که ما از لحاظ تکنولوژیکلی انقدر پیشرفت کردیم که از لحاظ اطلاعات و پروسس کردن اطلاعات و حتی از لحاظ آموزش و پرورش و از لحاظ سواد و اینا به جایی میرسیم که اصلا دین غیر قابل تصور میشه، و همه اینا به خاطر سیستم سرمایه‌داری ما به اینجا خواهیم رسید. okay. من میشه الان جواب بدم لطفاً چند دقیقه؟ بله. ببینید شما تصور بکنید که یک دختری هستید که الان نوجوونه، پدرش عضو طالبانه، تو افغانستان داره زندگی میکنه، میخوان در حقیقت به زور ازدواجش بدن، هزار یک مصیبتی که ممکنه سر یک دختر نوجوان افغانستان امروز در بیاد. از اون منظر و از سر منافع اون طبقه مشخص که صحبت بکنید، آیا شما آرزو نمی‌کنید سقف این خونه بریزه و یک نظام مجددی در این دنیا برقرار بشه که این مناسبات رو تغییر بده، شاید تو نجات پیدا بکنی؟ یک کسی که زندانیه تو اوین و حکم اعدام داره، فردا ممکنه اعدامش بکنن، آیا آرزو نمی‌کنه که مردم بریزن این اوینو خراب کنن و این نجات پیدا کنه؟ یعنی از منظر چه کسی، از سر منافع کدوم طبقه است که شما میگید که ما نمی‌خوایم این نظم رو به هم بزنیم؟ خب من مثال خیلی خوبی بود، مثال تو استفاده می‌کنم. خب فرض کن که من حالا افغانستان نه، فرض کن من همین دختر بچه بودم و داشتم توی زیرزمین یک ساختمون که 300 نفر روش بودن، داشتم توی زیرزمین این ساختمون منو داشتن شکنجه میدادن. خب ولی بعد دیدم که مثلا یک سری مواد منفجره این گروه زیر این زیرزمین وجود داره، من اگه این دکمه رو بزنم هم خودم منفجر میشم، هم اینا که منو شکنجه میدادن منفجر میشن و این ساختمون میرزه زمین. خب من اگه این دختر بچه بودم ممکنه که این دکمه رو بزنم، خب و کاملا هم حق دارم. حالا اگه همه کسایی که تو ساختمون مردن، تو شرایط روحی که من این دختر، اگه این دختر بچه بودم، من این دختر بچه رو قضاوت نمی‌کردم که این دکمه رو زده. خب ولی اگه من کسی بودم که بیرون این ساختمون بودم و بعد میبینم که خب من اگه این دکمه رو بزنم، اون درسته که این دختر بچه ممکنه دیگه زجر کشه و فلان بهمان بشه اینا، ولی همه این ساختمون هم میریزه، 200 نفری هم که توش هم میریزن، اون موقع من نمیام تصمیم، نه من این دکمه رو نمیزنم. خب حتی با اینکه
من نکتم دقیقا خب. همینه. شما از منظر کدوم طبقه؟ من وقتی میگم من کمونیستم، وقتی میگم من کمونیست کارگریستم، یعنی من نمایندگی میکنم منافع طبقه کارگر رو، یه طبقه مشخص رو من نمایندگی میکنم. مشکل همینه، مشکل همینه. به جای اینکه انسانگرا باشیم و مواضع همه رو در نظر بگیریم، تو داری میای تحلیل میکنی که این عین انسانیت، برای اینکه شما یک نظامی رو داری ازش طرفداری میکنی که یک طبقاتی درش وجود دارن که اینا عمیقا بی حقوق هن. چرا؟ نه اصلا کاملا ضد انسانیت. ببین احساساتی، ببین تو داری احساساتی صحبت میکنی. خب ما اگه بخوایم منطقی بخوایم صحبت بکنیم، هر سیاستی رو بخوایم در نظر بگیریم، باید تاثیرش رو روی همه، روی همه در نظر بگیریم. یعنی ما به عنوان یک انسانگرا نمیایم بگیم این تاثیر این کار روی این گروه چی میشه، روی اون گروه چی میشه، نماینده کی باشین، برای کی حرف بزنیم. ما میخوایم وقتی ما به عنوان یک یوتیلیتریان یا به فایده گرا یا یک سودمندگرا میایم هر چیزی رو که قضاوت میکنیم که خوبه بده، میخوایم ببینیم روی همه جامعه، روی همه انسان ها، روی هر کسی چه تاثیر میذاره. دقیقاً اگه تو همینجوری فکر بکنی باید طرفدار یه سیستم سوسیالیستی باشی. به این اعتبار که ببین، نه نه نه، ببین سوسیالیستی رو با کمونیستی، ببین میلا جان، ما داریم در مورد کمونیستی الان صحبت می‌کنیم یا در مورد سوسیالیستی؟ من میدونم که مارکس سوسیالیستی رو کمونیستی رو این هم صحبت می‌کرد، یعنی انگار وقتی میگفت سوسیالیستی داشت در مورد کمونیستی صحبت می‌کرد، ولی تو زندگی امروزه ما کلمه سوسیالیست با کلمه مارکسیست و کمونیست فرق داره. ما الان داریم در مورد کمونیستی صحبت می‌کنیم. پس اینجا من توضیح بدم در دقیقاً تفاوت این دو چه هست. جامعه سوسیالیستی جامعه قبل از جامعه در حقیقت کمونیست است، یعنی خلع ید سیاسی شده از طبقه سرمایه‌دار، ولی جامعه همچنان طبقاتیه. جامعه مرحله بعدش یک کشور کمونیستی هست که در حقیقت طبقات هم از بین رفته. ما میگیم سوسیالیست هستیم به این اعتبار که برای اینکه برسیم اتفاقا الان ما داریم درباره کمونیستی صحبت میکنیم، بحث و وارد یه چیز دیگه نیست. نه میخوام بگم تو این بحثی که من دارم مطرح میکنم تفاوتی نداره که تو خود در نهایت کمونیست بدونی یا سوسیالیست بدونی، خیلی تفاوت داره. خود برسته حتی تعریفه تو هم خیلی خوب. پس ما در تو با سوسیالیسم بیا صحبت بکنیم، فعلا کمونیسم رو بذاریم کنار. من در تو یک جامعه سوسیالیستی میخوام صحبت بکنم. من بحثم سر اینه، ما شروعمون از کمونیسم، ما می‌خواستیم چرا داریم ما می‌خواستیم در مورد کمونیست صحبت کنیم. خب باشه، پس بذار من به خودم میگم کمونیست. باشه، دفاع از سوسیالیستی دفاع از سیستم سوسیالیستی از دفاع از کمونیستی بسیار راحت تره. خب البته من مخالف سوسیالیستی هم هستم، ولی دفاع از کمونیستی اصلا هیچ توجیهی نداره. بحث من اینه که چون میفهمم برسات، چون کمپ شرق تشکیل شد و خیلی تجربه وحشتناکی بود اون تجربه، اسم کمونیسم و شوروی و جنایت و آدمکشی عجین شده، ولی از اون طرف ما احزاب سوسیال دموکراسی داریم که اینا کارنامه های خوبی دارن. درش به قول درست میگی راحت‌تر از سوسیالیسم دفاع کرد تا کمونیسم، ولی بحث من سر اینه که شما اگه مفاهیم رو درک بکنی تو، به خصوص تو این بحثی که من الان دارم ارائه میدم، فرقی نداره که شما خودتو سوسیالیست بدونی یا کمونیست بدونی. اگه کمونیست مرحله گفتی تکرار باش، گفتی اینو تکرار نکن. حالا باشه، من برای اینکه یه وقتی فکر نکنی من میخوام مثلا حقه بازی کنم، من به خودم میگم کمونیست. جامعه کمونیستی که من ازش دفاع میکنم اتفاقا متضمن این هست که تمام اقشار جامعه از مواهبی که در جامعه وجود داره بهره مند بشن. اسلام هم همینو میگه. هست. جان ببین میلا جان، آیا تو جامعه کمونیستی که بهش اعتقاد داری جامعه‌ای که ما توش بازار نداریم؟ درسته؟ آره. نه چرا داری؟ یعنی مارکت پلیس رو دارین؟ بله مارکت پلیس. ببین نکته سر اینه، ببین پس خب نه بذار، پس این عقایدت با مارکس فرق داره در برای کمونیستی. خب چرا؟ آیا اصلا پرایویت پراپرتی رو، خب ببینم تو خودت میگی اصلا پرایویت این که مثلا صاحب بودن ملک رو قبول، این که هر اینو قبول داری یا نه، یعنی چی میشه؟ بله، فارسیش به من بگو. بله، مالکیت خصوصی مالکیت. بر ابزار تولید رو ما قبول نداریم. آها، مالکیت خصوصی رو قبول داریم ما. مارکس هم قبول ببین این مقدار مارکسیستی مقدار تکامل پیدا کرده، خیلی شو این جمله‌های مارکس اتفاقا شما نخوندی، شما اصلا نمیدونی. نه من خوندم، نه من تو دانشگاه اینو خوندم اتفاقا، حالا ممکنه یه مقدار چیزا شده باشه، ولی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، نکته اینه بر ابزار تولید، یعنی خیلی خوب بیا پس بیا همینو در نظر، حتی همینش هم از کافی مشکل داره. البته ما خیلی، من میگم کمونیستای مختلفی داریم، خیلی از کمونیستایی که من مطالعه کردم کاملا میگن هیچ مالکیتی اصلا نباید وجود داشته باشه، اینم قبول داری که اینم هست؟
بعضی از ممکنه گرایشات مختلفی هست تو جنبش های کمونیست و مارکسیستی. خب تو چجوری اصلا هم چیزی فهم کنی اتفاق میفته، امکان داره اتفاق میفته که مثلا ابزار مثلا ابزار تولید و تو مثلا زندگی امروزه چی میبینیم؟ بالاخره الان دیگه گذشته از زمانی که مثلا مارکس زندگی میکرده که مثلا ما کارخونه و همه چی توی مثلا با نکته سر اینه که ببین در جوامع سرمایه‌داری شما یک انباشت اولیه سرمایه دارید، بر اون مبنا شروع میکنید مثلا یک بیزنسی، یک مثلا شرکتی رو راه اندازی میکنید، یه سری افرادی رو هم استخدام میکنید که این افراد تخصص خودشون یا نیروی کارشون رو به شما میفروشن، یعنی کار مزدی انجام میدن. طرف کارمند شماست، از یه ساعتی میاد تا یه ساعتی کار میکنه، به سر ماه حقوقی میگیره و میره، در نهایت هم توی اون خلق ثروتی که تو اون شرکت میکنه سهم نیست، فقط حقوقش رو میگیره. تمام اون پول میره به جیب صاحب کار، اون کسی که انباشت اولیه سرمایه رو داره، و بعد از اون در سطح کلانتر با این اولیگارشی که الان در دنیا وجود داره، دولت‌ها هستند که در حقیقت از با سرمایه‌دارا. خب این میلاد مشکل اینه که سیستم، کسایی که به کمونیست اعتقاد دارن میگن که کسی که داره تو تولید نقش داره باید صاحب این ثروتی باشه که خلق میکنه، ثروتی که باشه خلق بکنه. خب که اینو و اینو میخوان به زور بکنن. خب اینو میخوان زور بکنن، یعنی من میخوام جلوی دزدی رو بگیرم به زور. بله حق نداری دزدی کنی. نه ببین مشکل اینه که ما الان نه شما دارین یک کسی رو مجبور میکنید. اونجایی که دزدی میشه رو ببین، اونجایی که دزدی میشه رو تو نمید خشونتش رو نمید. نه این دزدی نیست، این دزدی نیست، این کاملا تا چرا دیگه تو داری میگی کار میکنی پولتو یه نفر دیگه برمیداره دیگه، چرا؟ نه این کاملا داوطلبانه است. شما وارد یک قرارداد ببین رو حرف من وقتی داشتی داوطلبانه نیست، وقتی که من داشتم طرف میزدی نگاه همینجوری حرف میلاد بلد نیستی بحث بکنی، یک حرفی رو چهار بار تکرار کردنش باعث نمیشه که از غلط باشه، بعد سه بار تکرارش بکنی بعد درست بشه، برای اینکه سه بار الان تکرارش کردی. الان تو میگی داوطلبانه نیست، بعد من گفت من دارم حرف میزنم، تو میگی نه داوطلبانه نیست، داوطلبانه نیست. تو میگی مثلا بار اول و دوم من نشنیدم که تو گفتی داوطلبانه نیست. خب بذار بار اول شنیدم. خب تو اگه بیای تصمیم بگیری که یه نفر بگی که تو این استعدادو داری که این خدمتو بکنی، من بهت پول میدم خب که تو این خدمت رو به من بکنی، تو بگی باشه وارد این قرارداد بشی، من دارم به تو یه چیز میدم، تو داری از من یه چیزی میگیری، این کاملا داوطلبانه است. خب اگه که یک کسی مثل دولت کمونیستی بیاد بگی که نه تو اگه وارد این قرارداد میشی باید صاحب منابع تولید بشی، خب این معنیش اینه که یه مقدار از حقوقت باید به جای اینکه پولی باشه که من دارم به تو میدم، یه مقدار از حقوقت این باشه که تو صاحب این بیزنس هستی یا صاحب این منابع تولید هستی. خب این خیلی مشکل داره. ما الان تو سیستم های سرمایه داری برای کارگر این قابلیت وجود داره که اگه بخواد صاحب بشه، هر کارگری از حقوقش میتونه برداره یه مقدار از سهامی که شرکتی که داره، میتونه بره شرکتی کار بکنه که میتونه سهامش اگه بخواد بخره و یه مقدار صاحب اون شرکت بشه اگه بخواد. خب ولی تو میگی نه به زور، یعنی تو ببین اکثر کسایی که کارگر هستن یا که استعداد دارن که دوچرخه بسازن یا مثلا ترجمه بکنن، اینا کسایی نیستن که استعداد اینو داشته باشن که یک شرکت رو مدیریت بکنن یا اینکه بتونن بیان اندازه‌گیری بکنن که پاداش و ریسک یک چیزی آیا ارزشش رو داره یا نداره. یک سری کسایی فقط استعداد میگم من یه نفر ممکنه بیاد بگه آقا جان من بلدم دو چرخه بسازم، من نمیتون بگو. نکته اینه که اولا شما خشونتی که جامعه سرمایه‌داری نسبت به طبقه کارگر میکنه رو نمیبینید. بحث سر اینه که چرا اصلا از روز اول شما باید ثروتی که من خلق کردم و یه نفر دیگه صاحبش بشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ این کاری که این ثروتی که در جامعه وجود داره رو طبقه کارگر به وجود آورده در حالی که ازش سهم نیاز نداره. وقتی که طبقه کارگر حقش رو طلب میکنه شما میگید میخواد به زور و خشونت وارد عمل بشه. چرا خشونت سرمایه داری رو علیه طبقه کارگر نمیبینی؟ زن برای چی بی حقوقه؟ برای اینکه جامعه سرمایه داری نفعش در اینه که افراد رو بر مبنای جنسیت و گرایش جنسیشون یک نرخ استثمار مشخصی و به درجات بالایی براشون تعریف. نکته رو اشاره کن که من میخوام جواب بدم. یه جمله دیگه فقط. چشم، الان تمام میکنم. نکته بعد که میگی افراد داوطلبانه وارد بازار کار میشن، داوطلبانه ای در کار نیست. شما مجبوری بری کار کنی. من اگر الان
نرم فردا سر کار، کی میخواد اجاره خونه منو بده؟ من مجبورم برم سر کار. کدوم داوطلبانه؟ من مجبورم برم نیروی کارمو بفروشم تو بازار آزاد. ما همه بنده کار مزدی هستیم. خب این بعد این بازم دارم تاکید میکنم، این خشونت رو شما نمیبینی؟ بعد اون وقت کارگری که اومده حق خودش رو طلب میکنه تو کفه خیابون، میگه نگاه کن داره خشونت میکنه. این تناقض تو حرف شماست. من اولا که هفت دهن من نزار، هفت دهن من نزار. کارگری که اومده توی خیابون داره حقش رو میخواد و من میگم داره به اداره خشونت میکنه، من از دفاع میکنم از هر کسی که بخواد بیاد تظاهرات بکنه تو خیابون برای حق خودش. خب اتفاقا این یک حقیه که هر دولتی باید تایید بکنه برای تمام شهروندش که بخوام به هر چیز بیاد اعتراض بکنه. نه اگه بخوام اگه بخوام خشونت بکنن که نه، ولی اگه بخوام بیان تظاهرات بکنن. اتفاقا من خیلی طرفدار استرایک به فارسی چی میشه؟ اعتصاب. استرایک اعتصاب. من به شدت طرفدار اعتصاب کارگرها هستن که بتونن بیان این قدرت اعتصاب خودشون استفاده بکنن علیه کسایی که مثلا حقشون اونجوری که باید بشه بهشون نمیدن. من به شدت از این لحاظ از کارگرها دفاع میکنم و اینم خشونت نمیدونم. این یکی از بهترین روشهای غیر خشنی هست که کارگرها بتونن حق خودشون رو از این کارخونه ها و شرکت های مختلف بگیرن. برای همین به من نگو که اگه کارگر بیاد تو خیابون بخواد حق خودش رو بگیره من میگم خوش، اگه خوشونت نکنن به هیچ وجه من نمیگم اینا دارن خوشونت میکنن. یکی هم تو از من سه بار گفتی که تو خوشونت اینا رو نمیبینی، تو خوشونت چه میدونم این شرکت های رو نمیبینی. نمیدونم چرا میگی نمیبینم. بله میبینم، اگه ببینم من باید غیرقانونی باشه. من شما من کسایی که خیلی جالبه، کسایی که میگن که شما کمونیستی رو متوجه نمیشین همون کسایی هستن که یه چیزی از سیستم سرمایه‌داری متوجه نمیشن. شما فکر کنید وقتی ما سیستم سرمایه‌داری رو قبول داریم معنیش اینه که یه سیستم بدون قانون و هر کسی هر غلطی دلش بخواد بیاد بکنه. خب یک شرکتی که بخواد از کارگرش سوء استفاده بکنه، خشونت بکنه، ظلمی بکنه، اذیت و آزار بکنه، اینا همش باید غیر قانونی باشه. سیستم سرمایه داری معنیش این نیست که سیستمیه که دولت هیچ نقشی نداره، هیچ قانونی وجود نداره، هیچ محدودیتی برای شرکت ها وجود نداره، هیچ عدالتی وجود نداره که توی مثلا تو محل کار شرکت ها به چه روش باید از کارگرشون نگهداری بکنن و چه محیطی رو برای کارگرشون به وجود بیارن. همه این قوانین باید وجود داشته باشه. اینا هیچ کدومشون نقضی نداره با سیستم سرمایه داری. سیستم خیلی ما طرفداران سرمایه داری رو با آنارشیست ها قاطی میکنن. یعنی فهم میکنن که ما چون داریم میگیم که سیستم سرمایه داری باید آزاد باشه، معنیش اینه که هیچ قوانینی رو قبول نداریم. من سیستم سرمایه داری رو که اکثر لیبرال ها دفاع میکنن، سیستم سرمایه داری هست که تنظیم شده هست، دولت نقش داره. و اتفاقا یه چیزی سیستم سرمایه‌داری هم که من ازش دفاع میکنم، سیستم سرمایه‌داری با UBI هست، Universal Basic Income. خب تو میگی که سیستم این داوطلبانه نیست. چرا داوطلبانه نیست؟ چون اگه تو کار نکنی، خب چون اگه کار نکنی باید پول غذا نداری، پول اجاره نداری، باید تو خیابون بخوابی. برای همین این کاملا به زوره. من اینو کاملا قبول دارم. من برخلاف اکثر کمونیست ها که فهم کنند کمونیستی هیچ نقصی نداره، به عنوان یک کسی که از سیستم سرمایه داری طرف دفاع میکنه، من بسیاری از نقصهای سیستم سرمایه داری رو میدونم. خب سیستم سرمایه داری نقصهای بسیار زیادی داره، ولی الان بهترین سیستمه، نقضاش هم ما میتونیم حل بکنیم. یعنی که نقضای سیستم سرمایه‌داری یکی از مشکلاتی که داره، ببین من چیزی که میگم اینه که توی سیستم اقتصادی باید انگیزه وجود داشته باشه برای مردم که کار بکنه. نمیشه همه را به همه متفاوت. اجازه بده با هم استپ بای استپ بریم. نه من خب ببین تو چهار تا نکته گفتی، من چهار تا نکته بحث دیگه است، یه مبحث دیگه است. نه خب تو میگفتی که داوطلبانه نیست، من جواب اونو میدم. تو گفتی که این داوطلبانه نیست چون که مردم گرسنه میشن، باید پول غذا بدن، برای همین باید برن کار کنن. خب من سیستم سرمایه‌داری تنظیم شده رو قبول دارم که سوشال سیفتی نست داره، یعنی به صفر نمیتونه کسی سقوط بکنه. یعنی منظورم چیه؟ یعنی اگه شما کار نکنین، اگه شما نتونین کار پیدا بکنین، نباید گرسنه بشین، نباید خونتون رو دست بدید. یه سری چیزهای حداقلی وجود داره باید داشته باشه تو جامعه که حتی اگر هیچ کاری هم شما نکنین زیر اون نتونین برید. که یا میشه یه چیزی رو که من به سیستم سرمایه داری میگم باید اضافه بشه، یا سوشال سیفتی نت هست یا UBI. چرا هست؟
سوشال سیفتی نت خیلی از کشورهای سرمایه داری سوشال سیفتی نت دارن سوشال سیفتی نت دارن که با هم دیالوگ داشته باشیم باشه باشه ولی گفتی نیست ولی خودت گفتی نیست در صورتی که هست خیلی از کشورهای سرمایه داری سوشال سیفتی نت دارن بگو بگو که دیگه معدن سوشال بگیراست به قول معروف بابک هم بذار یه مقدار بابک هم دستش کنه تو همین کشوری من فقط میگم من فقط میخوام جواب منم یاد نره اون سوالی باشه باشه حتما یه نفرم تو کامنت ها گفته بود تو همین کشور سوئد شما رو مجبورت میکنن بری سر کار اگر تن ندی به اون پروگرامایی که اداره کار برات مینویسه سوسیال تو قطع میکنن به همین راحتی مجبوری بری سر کار مجبورت میکنن اینا احمق که نیستن این همه پناهجویی که مثلا میاد تو اروپا تو فکر میکنی اینا من میتونن همونجوری تا آخر عمرشون سوسیال بگیرن برات برنامه مینویسه بعد تا این زمان بری سر کلاس زبان بعد این کارو بکنی این کار. اگر تو اون پروسه‌ای که اونا میگن کار پیدا کنی کار پیدا نکنی خودش برات زنگ میزنه میگه فلان جا فلان کارو میخواد اگر رفتی ساب کارت اعلام کرد به ما که تو رفتی سر کار پولتو میدیم وگرنه نمیدن داوطلبانه نیست آرمین جان اجباره این اجبارو شما ببین من نکته بعد این که من همه حرفم سر اینه شما داری مثلا توی یه کارخونه کار میکنی در ماه یه حقوق مشخصی میگیری من حرفم سر اینه که چرا تو نباید سهم داشته باشی در سود اون کارخونه چرا اون سود اون کارخونه رو کی به وجود آورده صاحبکاری که اصلا دستش تو جیبشه هیچ کاری نمیکنه یا کارگری که از هفته صبح تا پنج بعد از ظهر داره اونجا کار میکنه چرا این خشونت رو شما نمیبینی موضع شما نسبت ببین این کار دزدیه دزدی رسمی دزدی قانونی دزدی مشروع این دزدی رو باید نقد کرد تو این سیستم ها و بعد اتفاقا نسبت بهش موضع‌گیری شدید داشت دوستانی که در این برنامه رو نگاه میکنن ساعت‌های آخری که شما در حقیقت دارید کار میکنید خسته اید استرسی هستید و غیره اینا همیشه تو ذهنتون داشته باشید که دارید مجانی کار میکنید پولی که شما در میارید میره تو جیب صاحب کار و دزدی میکنن ازتون رسما قانونا سیستماتیک و جلوی این باید ایستاد ما به این سیستم نقده حالا من وقت دارم جواب بابک رو بدم یا آرمین جان میخوای نکته حالا من که راضیم خب خمسو بدم به حساب کار الان ما اتفاقا با بابک داشتیم چند شب پیش صحبت میکردیم صحبت کرد نه میلا جان بابک چون از من تو کم تصابه که بذار فرصت بدیم بابک الان چیزی میخوای اضافه کنی نه من فقط میخوام سوال و جواب اون سوال رو بده چون بعد شاید وارد بحث بشم سوال یه بار تکرار میکنید برای اینکه بعضی ممکنه یادش نمونه اسلام سیاسی رو بندازن این بود نکته دیگه درسته درست بفهم که نظام سرمایه‌داری نمیتونه اما کمونیسم میتونه من باست... جواب زیاد دارم به چیزی که گفتی ولی میخوام حق همه رعایت میدونم منم متوجهم این بحثا بعد درش صحبت زیاده برای همین خیلی خوبه که کوتاه صحبت کنیم که همه بتونن نکاتشون رو بگن با ذکر مثال 5 نمره بگو ببینید نکته سر اینه که ما باید به این سوال پاسخ بدیم که جنبش اسلامی سیاسی به مثابه جنبش سیاسی اساسا از کجا اومده خیلی کوتاه اگر من بخوام بگم در زمانی که به خصوص جنگ سرد وجود داشته در دنیا کمپ غرب بورژوازی غرب به این نتیجه میرسه که به هر صورت اگر بخواد جلوگیری بکنه از اینکه این کشورهای خاورمیانه بشن اقمار شوروی احتیاج داره که اونجا یک نوعی از دیکتاتوری رو به قدرت برسونه سعی بکنه با دیکتاتوری در حقیقت جلوی جنبش‌های چپ سوسیالیستی و به زعم ما مترقی رو بگیره خب در یک مقطعی فرمولی که اینا میساختن و نظرشون بوده ناسیونالیست ها بودن یعنی از ناسیونالیست ایرانی شما بگیر که در دوره پهلوی وجود داشته تا ناسیونالیست های عرب از یک مقطعی به بعد به این نتیجه میرسن که جنبش ناسیونالیستی در خاورمیانه پاسخگو نیست و ما احتیاج به یک جنبش سیاسی مشخص دیگه ای داریم که بتونه نمایندگی بکنه منافع غرب رو در خاورمیانه اینجاست که در وهله اول مجاهدین که برادرزاده های اخوان المسلمین از مصر هستن به وجود میاد در حقیقت طالبان رو خودشون داره میگه هیلاری کلینتون میگه ما اینا رو ساختیم که جلوی شوروی بیسته که بجنگن با شوروی جنبش اسلامی سیاسی خواستگاه و پایگاهش اینجاست یک جریان مشخص سیاسیه که نمایندگی میکنه منافع بورژوازیه حالا کشورهای مختلف گفتی کوتاه بگینا چشم نمایندگی میکنه در حقیقت منافع دولت‌های مختلف رو در منطقه امروز که ما داریم صحبت میکنیم طالبان ارتش پاکستانه و پاکستان و قطر دستشون در پولشویی تروریستی با آمریکا و غرب توی کاسه هست تا زمانی که این مناسبات وجود داره شما نمیتونید متصور باشید
که در حقیقت جنبش اسلامی سیاسی از بین بره. راهکار ما چه هست؟ راهکار ما این هست که مردم، همین زنایی که اومدن الان تو توی کابل و هرات شعار دادن که زنان حذف شدنی نیستن، همین مردمی که تو ایران دارن اعتراض میکنن، با تشکل متحد بشن، این مناسبات رو تغییر بدن. این مناسبات باید کف خیابون توسط مردم تغییر بده. این یک حزب سیاسی میخواد که مردم رهبری بکنه، این افق انقلابی میخواد که مردم داشته باشن، که داره به اون سمت هم پیش میره. تنها راه ما کوتاه میلاد، بله تنها راه ما همینه. وگرنه تا زمانی که طالبان نمایندگی میکنه بخشی از سرمایه‌داری رو تو منطقه، طالبان، اسلام سیاسی، جمهوری اسلامی، تا داعش، القاعده هست. این پاسخ ما. من نکته زیاد گفتی، باید نکتهاتو جواب بدم چون خیلی طول کشید تا هم جواب منو بدی هم جواب پای بابک بدی. خب اولا یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که کمونیست‌ها هر موقع ما میایم از استالین و ما و اینا نقد میکنیم که اینا بابا کی بودن، میگن که بابا این که خود کمونیستی نبود، کمونیستی که هیچ جای کمونیستی همچین حرفایی رو نزده که اینا انجام دادن. بعد وقتی میخوان از سیستم سرمایه‌داری نقد بکنن، خودشون میرن کلی چیزایی میگن که هیچ ربطی با اقتصاد سرمایه‌داری نمیگن. اینا این کار کردن، آمریکا فلان جا این کار کرد، انگلستان فلان جا این کار کرد. من میگم که خب من نمیدونم کجای کتاب ادم سمیف و کجای اقتصاد سرمایه‌داری چه ربطی با این جرم جنایت‌های مثلا انتخاب دیکتاتور آمریکا توی مثلا آمریکای لاتین و فلان و اینا کجای سیستم اقتصاد سرمایه‌داری اینا رو تو گفته؟ بعد شما میرین میگین که اینا نه اینا همون سیستم سرمایه داریه که این جرم همه جرم جنایت ها رو میخواین کشوری سیستم سرمایه داری رو میخواین رفت بدین به خود سرمایه داری. ولی خودتون حساسیت دارین که هر موقع ما میگیم استالین و لنین و ما و اینا یه همچی کاری کردن، حالا لنین رو که همه میپرسه نه، ولی استالین و ما میگیم این کار رو کردن، همه حساسیت دارن. آره لنین هره. یه چیز دیگه من برام سوال بود، چون که تو مثالی که داشتی میزدی میگفتی که مثلا کسی که مهاجره کار نمیتونه پیدا بکنه، این از دولت میان خودشون میرن براش کار پیدا میکنن، زنگ میزنن، وقت میذارن برات کار پیدا میکنن که تو بتونی اینجا حقوق داشته باشی، بتونی وارد جامعه بشی. بعد تو اینو مثال دادی از یه مثال بعد من نمیدونم برای نیست نکته این بود. آره حالا من که نمیگم که ببین، من که نمیگم همه چی رو حل میشه، خب من میگم همه چی بهتر شده، خب یه مشکلاتی داره، ولی مثالی که زدی اگر تبلیغ بود علیه دولت های سرمایه داری، فکر کنم یه مقدار رو تبلیغاتت کار کن، چه هر کی اینو بشنوه میگه به خوش میاد. یه مقدار به نظر من تبلیغ علیه برای سیستم سرمایه داری بود این حرفت. نمیدونم به تب گرفتن که به مرگ گرفتن که به تب راضی. میفهمم حرفت درسته، به نسبت ایران خیلی بهتره، ولی تو گفتی داوطلبانه است. میگم داوطلبانه نیست، شما مجبوری بری نیروی کارتو بفروشی و استثمار. داوطلبانه تا یه حد به یه جا میرسیم که ببین، ما وقتی میگیم داوطلبانه، خب منظورمون اینه که تا اونجا که بتونیم اجباری نباشه، خب، ولی به یه حدی میرسه که بالاخره اگه یه کسی بتونه از صندلیش پاشه، تکون بخوره، تکون نخوره، بعد شکایت بکنه که چرا زندگی من اینقدر بخته، دیگه بالاخره این نمیتونه بگه که من یه دنیایی میخوام که اگه قرار برم این اجباره که من باید پاشم برم دستشویی کنم، نمیتونم همین جایی دستشویی کنم و یکی بیاد من تمیز بکنه. ما چه سیستمی وجود داره که چرا اینجوریه تو دنیا؟ یعنی اجبار شده ما سیستم نه ببین تو داری مفهوم سیستم کار در جوامع کمونیستی رو برات بگم. نه ببین، ما نمیتونی انتظار داشته باشی که اجبار رو تا اونجا قطع بکنی که دولت بیاد اصلا قضا بذاره تو دهنت، بعدم اینجا دهنت تکون بده که بجور قضا تو برم فشار بده که قورت بده. میدونم ببین، ما ممکنه به یه جایی برسیم که این اجبارایی که تو میخوای از زندگی ما کاملا قطع بشه، ولی اگه این اجبار از بین بره، تنها جایی که به اونجا ممکنه به این برسیم به خاطر تکنولوژی که سیستم سرمایه‌داری به ما داده. خب یعنی ما نمی‌تونیم بگیم کاش میشد که من یه زندگی مرفهی داشته باشم بدون که مجبور بشم کار بکنم. خب این یک ایدالیزم عجیب غریبیه که امیدوارم ما به یه روزی به اونجا برسیم، ولی الان یه همچین انتظاری بسیار غیر منطقیه. اگرم به همچین جایی برسیم، کمونیستی به ما همچین چیزی رو نمیده، همون سرمایه‌داریه که ارجاع ببین میلاد جان، ببین تو میگی که من وسط حرف تو پری نیست، بعد اینجا ایدئالیسم باره لایو چت میگه من بی‌ادبم، وسط حرف میپرم. اینقدر من پیشرفت کردم الان گذاشتم تو صحبتاتو بکنی الان، ولی تو نمیتونی بذاری من حرفم بزنم. من الان 4 تا نکته دیگه هم در به دوزی اینا میخوام صحبت کنم، ولی چون میبینم بابک دستشو برده بالا و کمتر از اون صحبت کنه، حرف خود می
میذارم بابک صحبت کنه. بابک البته من چون برنامه رسمی نیست و میلادم به عنوان مهمان رسمی نیست اینجا، من الان خودم سعی میکنم یه خورده برنامه رو فانشم بکنم. من یه سوالی دارم ازت میلاد. عرض کنم به هر حال این نظام سرمایه‌داری طبق در طول این 80 سال 90 سال گذشته و عرض کنم که با توجه به این رسانه‌هایی هم که خودت میدونی همیشه اعلام میکنی میگی در دست اینا هستش، خب یه سری تبلیغاتی کردن. من الان هر موقع که صحبت از کمونیسم میشه ناخودآگاه تصویرسازی تو ذهن من ایجاد میشه، یاد یعنی یه آدم کثیفی رو میبینم که شب رفته خونه، بچه همه تصور کنید شب رفته خونه یه نون خشکی رو داره میخوره با سیب زمینی، حالا خیلی شرطش اوکی باشه مثلا یه پیاز هم کنارشه، خب و بعد به اضافه این که جا آب خوردنش هم حالا مثلا یه عرقسگی هم داره میخوره این وسط، خب یه همچی تصویری من دارم از یک نظام کمونیستی و یه آدم کمونیست که داره کار، یه کارگر کمونیست که در نظام کمونیست داره کار میکنه. امکانش هست برای ما بچه‌ها تو لایف چت، ما همه یک دقیقه چشامونو میبندیم، تو یه تصویر متفاوتی به ما نشون بدی که ببینیم این نظام کمونیستی که تو داری میگی چه شکلیه. من خیلی سوال عالی بود، جواب نده. نه برای اینکه میلا جان جواب این سوال رو بعد از این بده که من جواب اس نکته تو رو بدم، چون بابک من می‌خواستم بابک صحبتش بکنه با اینکه من همه نکته‌هات رو جواب ندادم. تو به من میگفتی که این دزدیه، خب این که یک شرکتی بیاد بگه من مثلا فرض کنم من آرمی، خب من رفتم یه کار دیگه ای داشتم قبلا، خودم مثلا دوچرخه میساختم، خب حقوق میگرفتم به خاطر دوچرخه سازی، خب الان پولامو جمع کردم از دوچرخه سازی خودم برای یه شرکت دیگه پولامو جمع کردم که بیام خودم یه کارخونه دوچرخه سازی خودم رو شروع کنم. خب این یه عمرم صبر کردم این پولا رو جمع کردم، حالا اومدم مثلا یه کارخونه میزدم، چند تا ماشین میخرم، خب ولی خودم الان دیگه ماشین رو دستگاه و همه اینا رو دارم، خب ولی بخوام برای این کار کردم چون میخوام بیشتر از یه نفر بتونم مثلا دوچرخه بسازم. خب میام به بابک و چند نفر دیگه میگم بابک من الان این کارخونه رو دارم، میدونم تو همکار من بودی تو این کارخونه، دیدم که تو استعدادش داری، تو از همه بهتر دوچرخه میساختی، بیا برای من کار کن، من به تو حقوق بیشتری میدم از این کارخونه که باهاش کار میکردی، بیا با من کار کن تو کارخونه من حقوق بیشتری به تو میدم. بابک میگه ای چه خوب، من میرم برای آرمین کار میکنم برای که پول بیشتر به من میده. خب بابک هم هیچ انگیزه ای نداره که خودش کارخونه بسازه. بابک میگه من مدیریت کارخونه و اینا رو من نه حالیمه نه دوست دارم، من کارم دوچرخه سازیه. خب دوست دارم دوچرخه بسازم، نه مدیریتش رو میشناسم، نه ریسک پذیر هستم، نه میتونم محاسبه کنم که آیا ریسکش میارزه یا نمیارزه. خب میاد برای من کار میکنه، ولی میلاد دولته، میلاد میاد میگه نه بابک تو باید یک مقدار سهم این کارخونه رو بگیری. کی گفته که آرمین باید، چه کسی تعیین کرده که آرمین باید همه کارخونه رو داشته باشه؟ چون بابکی که داره دوچرخه میسازه، بابک هم باید سهم داشته باشه به زور. خب برای من میگه ایداد بیداد، من خودم این پول من بود، من اینم سرمایه گذاشتم کارخونه رو، الان باید به مقدارش بدم به بابک. من میگم خب بابک من باید حقوقتو بیارم پایین. خب بابک میگه بابا جو من کارخونه نمیخواستم، من حقوق میخواستم، من که نمیخواستم کارخونه دار بشم، من میخواستم دوچرخه ساز بشم. نه ولی دولت داره میاد از من سهم کارخونه رو میگیره داره میده به بابک. بعدم انقدرم پرروه این میلاد که به من میگفته که من دارم از بابک دزدی دارم میکنم، من که بابک راضی کردم که باید برای من کار کنی که بهش حقوق بدم، میلاد به من میگه دزد. بلکه خود میلاد که داره میاد از من دزدی میکنه کارخونه ای رو که من این همه پول سیف کردم خریدم، داره از من میگیره میده بابک، خودشو نمیبینه دزد، منو میگه دزد، منو که بابک قرارداد داوطلبانه با هم داشتیم و به من میگه دزد، خودش که داره میاد این کارخونه رو از من میگیره میده بابک و خودشو نمیگه دزد. این چه منطقیه؟ خب من بگم، من دارم میگم که شما ثروتی که اون کارخونه داره خلق میکنه باید به صورت مساوی بین کسانی که دارن تو اون کارخونه کار میکنن تقسیم بشه. چرا؟
به این دلیل که اون ثروت و اون کارگر داره به وجود میاره. معلوم مثالی که زدم مگه گوش نکردی میلاد جان؟ بحث اینه که خب همون نیا کن، تو انباشت سرمایه رو داری ازش صحبت میکنی، افرادی هستن که یک سرمایه اولیه‌ای دارن، رفتن یک بیزنسی رو راه انداختن. من میخوام بگم این فقط کار بابک نیست، دوچرخه‌ای که داره ساخته میشه فقط به خاطر کار بابک نیست، دوچرخه‌ای که داره ساخته میشه به خاطر کار بابک، ریسکیه که من پذیرفتم و سرمایه اولیه‌ای که من دارم هزینه میکنمه. تو فقط دارم... فکر میکنی همه ثروت فقط کار بابکه؟ من حرفم سر اینه که شما اگر این بحث پول رو بذارید کنار، اساسا کسی ثروتی نداره که بخواد بیاد بنیانگذاری بکنه روی شرکتی، این سیستم کار رو از بین ببری، به این مفهوم که ببین کار یه ابزار کار لازم داره، یه کارگر لازم داره، یک ماده اولیه. ما احتیاج نداریم که افراد بیان یک سرمایه، وقتی ما احتیاج به انباشت اولیه سرمایه داریم که نظام سرمایه داریه، در این پروسه است که شما مجبور یک سرمایه اولیه داشته باشید، ریسک بکنی به قول خودت. خب همون ابزار کار، همون ابزار. چرا باید اصلا سرمایه اولیه ما لازم داشته باشیم؟ اینو باید بذاری کنار. مردم دارن کار میکنن. ببین ابزار پولو گذاشتی کنار، چون داری پول چون روش محاسبه ثروت رو داری میذاری کنار، که ثروت که نذاشتی کنار، پول فقط محاسبه ثروته. حالا پولم... نه تو اصلا کاملا درکت از اقتصاد کاملا خیلی ضعیفه. پول فقط روش محاسبه ثروته، تو پولم بذاری کنار ثروت اونجا میمونه، ثروت یه جوری باید کسی بشمره. خب ابزار کار ابزار کارو لازم داریم، درسته؟ ابزار کار لازم کار ببین برای اینکه ما دوچرخه بسازیم فقط کار لازم نداریم، یه کارخونه لازم داریم، یه ابزاری هم لازم داریم، درسته؟ درسته؟ ببین همون جوری که وقتی یه نفر داره یه دوچرخه میسازه باید تعیین کار بشه. خب کسی که مثلا دوچرخه داره میسازه، کسی که مثلا بلده چرخشو بسازه با کسی که بدنه رو داره میسازه ممکنه فرق داشته باشه. ما متخصص لازم داریم که چیزای مختلف، درسته؟ متخصص لازم داره، یک کسی نمیتونه همه کارا بیاد بکنه. خب همونجوری که تو ساختن یک دوچرخه ما متخصص داریم لازم داریم برای قسمت‌های مختلف، توی هماهنگ کردن همه این کارخونه هم نمیتونیم یک کسی هم کار هم بیاد کارو بده، هم بیاد ابزار رو بده، هم بیاد کارخونه رو بده. کسی که وظیفه‌اش این میشه که بیاد ریسک اینو بکنه که سرمایه اولیه رو، حالا تو دوست نداری بگی سرمایه، ابزار اولیه. خب ابزار اولیه همون سرمایه است، از کلمه سرمایه بدت میاد. اون کسی که داره جمع آوری میکنه منابعی رو که لازم داریم که ابزار اولیه رو بذاریم، اون میشه سرمایه دار. تو حالا حتی اگه تو سیستم تو هم که تو میگی خود کارگر بیاد اینو بیاد ابزار رو جمع آوری بکنه، خب کارگرم اون موقع میشه سرمایه دار. تو سرمایه رو فقط اسمش رو عوض کردی، سرمایه دار میمونه. سرمایه دار تو همه اینا میمونه. حالا من دارم میگم بعضی موقع ها توی کارخونه تو نمیتونی زور بکنی که هر کسی که کار رو داره میاد میده اونم باید بیاد سرمایه‌رم اونم باید بیاد بده. بعضی موقع یه کسی میاد میگه من تخصصم اینه که بتونم سرمایه اولیه رو بیام بدم، تو تخصصت اینه که دوچرخه بسازی، من تخصصم اینه که سرمایه اولیه رو بتونم بیارم برای همه که بیام همه جمع بشیم روی این سرمایه اولیه یه چیزی بسازیم. تخصص ما گوش کن، ما میتونیم به همه تخصص بدیم. حالا تو میگی نه کارگر باید بتونه تو سرمایه شریک باشه. خب ما میتونیم این قابلیت رو به کارگر بدیم، برای همین ما استاک مارکت داریم. استاک مارکت به فارسی چی میشه؟ بازار بورس داریم. بازار بورس داریم که یه کارگر خودش هم اگه بخواد بتونه با حقوقی که داره میگیره خودش تعیین بکنه که سرمایه دار باشه یا نباشه، نه که دولت بیاد اینو زور بکنه. تمام. بحث سر اینه که در پروسه کاری که یک کالایی ساخته میشه، ما احتیاج به انباشت اولیه سرمایه نداریم. ما وقتی احتیاج به انباشت اولیه سرمایه داریم که نظام سرمایه داریه. شما احتیاج دارید، دولت موظف نیست به شما ابزار کار بده، دولت موظف نیست برای شما پروسه کار رو فراهم بکنه. افراد به صورت شخصی با انباشت اولیه سرمایه‌ای که دارند باید برن سرمایه گذاری بکنن، ریسک رو بپذیرن، یه شرکتی رو ثبت بکنن که از اون طریق کارگرا هم کار پیدا کنن. نمیخوان کارگر نمیخواد ریسک رو بپذیره، میخواد دوچرخه بسازه. خیلی خوب، من زور میکنی. من الان من نمیخوام. زورش چیه؟ زورش میخواد دوچرخه بسازه. اجازه بده صحبت کنم. بگو. من نکتم سر اینه که این بحث رو تموم بکنیم. اون بگو آخر که بریم سراغ نفر بعد. میخوام بیام بالا. آره. ثروتی که توی این پروسه خلق میشه
مالکیت اون ثروت، تمامیت اون ثروت یا یک درصد زیادیش متعلق به کسی هست که انباشت اولیه ثروت رو داشته، به قول معروف شرکت رو ثبت کرده، صاحب این شرکته. خب در حالی که شما نگاه میکنید اون طرف یه پول اولیه‌ای داشته، حالا یا خودش کار کرده یا بهش به ارث رسیده یا هر چی، رفته یه شرکتی ثبت کرده، ثروتی که داره اونجا خلق میشه عمومش میره به جیب صاحبکار، در حالی که مولد اون ثروت در حقیقت کارگره. راه حلش رقابت تو سیستم کپیتالیستیه که اگه از حقوقش راضی نبود بتونه بره سراغ یه کسی دیگه. همه تو میتونی بین قفسهایی که میتونی بری درش قرار بگیری قفستو عوض کنی، ولی از این قفس به اون قفسه. چون اساس کار، ببین پیشنهاد تو بدترین قفسه، پیشنهاد تو بدترین قفسه، قفس دولت کمونیستی میشه. بگو جزء بده صحبت هم. ما این دفعه با کمونیست صحبت نمی کنیم، ما داریم نقد می کنیم سیستم قفسش بزرگتر میشه دیگه. ما داریم نقد می کنیم سرمایه داری رو. حالا اینکه آلترناتیو ما چه هست میتونم توضیح بدم. مینا جان ما بدون قفس نمیتونیم زندگی کنیم به خاطر طبیعتمون. نه گوش کن مینا، گوش کن مینا. آره چرا، ولی رایلش هم میگم. ببین ما به خاطر طبیعتمون یه سری چیزایی بهمون زور شده. الان داروینیست شدی؟ طبیعتمون از کجا؟ اصلا گوش نمیکنی، اصلا گوش نمیکنی. من نمیگم خوبه. چی میزنی؟ طبیعتمون از کجا؟ برای که گوش نمیکنی نمیفهمی دارم چی میگم. نمیگم که خوبه به خاطر برای این خوبه. خب من میگم میگم به خاطر طبیعتمون یه چیزی زور شده. من نمیگم پس این خوبه. خب این مغلطه توسل به طبیعت نیست. مغلطه توسل به طبیعت معنی این که با بپذیریم یعنی این خوبه برای اینکه طبیعیه. من میگم این به ما زور شده، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه چی به ما برسه بدون که براش کار کنیم. خب اگرم بتونیم این قوانین طبیعت رو بشکنیم یه روزی که میتونیم، به خاطر تکنولوژی خواهد بود، نه به خاطر یه انقلاب کمونیستی. این تکنولوژی هم که میتونه قفسی رو که ما میتونیم بشکنیم به خاطر تکنولوژی، کلید این قفل قفسا رو سیستم سرمایه داری به ما میده. سیستم سرمایه داریه که از تکنولوژی رو به ما میده که این در این قفس رو باز بکنیم. کمونیستی فقط یه قفس به شدت محدودتری رو به ما میده. قفس رو به قفس دیگه باز. تکنولوژی، وجود تکنولوژی، من باید موافقم، وجود تکنولوژی ربطی به نظام سرمایه نداره. اتفاقا مولد و تولید کننده بحث تکنولوژی طبقه کارگره، نه طبقه کلان سرمایه دار. خب این یه من ببخشید کارگرا سرمایه داری طبقه کارگرا تو سیستم سرمایه داری بله. تو فهم می‌کنی، تو فهم می‌کنی سیستم سرمایه داری کارگر نداره، تو فهم می‌کنی کمونیست‌ها فقط کارگر داره. نه، سیستم سرمایه داری کارگرای سیستم سرمایه داری از کارگرای سیستم کمونیستی راضی‌تره. اولا صاحب شما صاحب کارگرای نمی‌شه. اجازه بدم اینجا صحبت تو مغلطه یوتیو درش هست که تو هم، من اینجا از کمونیسم الان صحبت نمی‌کنم. من میتونم آلترناتیو خودم، داریم در کمونیسم صحبت می‌کنیم، تو بخش بعدی صحبت آلترناتیو خودم رو میگم. من دارم نقد میکنم سرمایه داری رو. هی نگو چون کمونیستا بدتر بودن فلان بودن پس این بهتر. من دارم میگم که چه اتفاقی داره میفته تو جوامع سرمایه داری. نکته من سر اینه که یک کسی که سرمایه دار هست، حالا یا خودش کار کرده یا بهش به ارث رسیده، که عموما به ارث رسیده. یک مثال خیلی معروفی دارن این خانواده های راکلفرل اگه اشتباه نگم، که خیلی معروفن توی آمریکا. بهش میگن شما چیکار کردی اینقدر پولدار شدی؟ میگه که من سیب خریدم $1، تمیزش کردم فروختمش $2، همین کارو تکرار کردم $4 رو خریدم $8 فروختم، بعد عمو مرد پولدار شدم. یعنی کسایی که در حقیقت به عنوان کسایی که انباشت اولیه سرمایه دارن، سرمایه دارن، خیلی هاشون کار نکردن، خیلیشون به ارث بهشون رسیده. حالا اصلا فرض ما برای میذاریم که طرف هفته کار کرده، خیلی خب یه کارگری بوده، پدرش در اومده، ریاضت کشیده، پسنداز کرده، یک سرمایه اولیه داره، حالا باید بری یه شرکتی رو ثبت کنی که دیگه بیان براش کار کنن. من میگم این چه پروسه‌ای؟ آخه چرا باید وارد همچین ساز و کاری بشه بحث کار ما؟ شما ثروتی که داره خلق میشه در یه کارخونه یا در یک حالا هتل، نکته آخر، متعلق به همه است. باید به صورت مساوی بین اون کسی که مدیره، بین اون کسی که داره کار میکنه تقسیم بشه. من ما بحث سر این من نمیدونم چه مشکلی این وجود داره درش، چرا باید مثلا مخالف این باشه. حالا سوال بابک هم میتونستم جواب بدم، ولی خب دیگه وقت طولانی، نه میتونستم اتفاقا وقت داریم. ما دقیقا یک دقیقه کل بچه ها میخوایم چشامون رو ببندیم،
تو یه تصویری از اون کمونیست برای ما نظام کمونیست برای ما تصویری. اجازه بدید دوستان اگر موافق باشید من در رابطه با همین مفهوم کار یه کوچولو توضیح بدم بعد یه سری نکاتی دیگه هم میگم. ببینید اصلاً بعد بریم سراغ چیز دیگه یه روز دیگه. بذار دوستان دیگه هم هستن اگه وقت شد آخر برنامه دوباره بیا اون نکاتت هم بگو. باشه الان یک دقیقه من وقت دارم صحبت کنم. آره دیگه همون تصویره رو می‌خوام من آقا من چشام من تایمر می‌ذارم میندازم بعد از یه دقیقه میندازمت پای. باشه برای یه دقیقه بگو. یک دقیقه وقتم. ببینید اون جامعه که ما ازش صحبت می‌کنیم کار یک امر داوطلبانه است. شما این دولتی که از طریق شوراهای مردمی به وجود میاد اینا اگر ما بتونیم انقلاب رو سازماندهی کنیم و به قدرت برسیم به مردم میگیم به شوراهای مردمیتون رو بسازید. شوراهای مردمی دولت رو تشکیل میدن و دولت موظف هست در حقیقت نیازهای جامعه رو مبنی بر خونه، لباس، غذا و غیره رو برای جامعه تامین بکنه. کار در جوامعی که ما ازش صحبت میکنیم یک امر داوطلبانه است. شما کار نمیکنید که پول دار بشید، شما کار میکنید که بشریت رو پیش ببرید. یعنی انسانگرایی و منافع انسان، حفظ طبیعت، حفظ کرامت انسانی اوجب واجبات توی سیستمی که من ازش صحبت میکنم، نه سوداوری. میدونید سر صبح که شما بیدار میشید شما خونه دارید، غذا دارید، لباس، اینا دولت موظفه بهتون ده. شما وارد کاری میشید که خودتون انتخاب کردید، یه کار داوطلبانه. الان همین پزشکای بدون مرز که بلند میشن میرن توی کشور مناطق جنگی جونشون رو میگیرن در حقیقت تبابت میکنن، دقیقاً مصداق همین مدل کاری هست که من دارم. کار داوطلبانه، نه به خاطر پول. پول دولت باید بهتون بده. جامعه طبقاتی نیست. یک جمله فقط بگم، جامعه‌ای که درش طبقاتی نباشه ستم کشی زن درش نیست. تا زمانی که جامعه طبقاتی هست زن بی حقوقه، همین تو همین غربش هم بی حقوقه، توی ایران هم بی حقوقه، میزانش متفاوته. من وقتم یه دقیقه 23 ثانیه. ممنونم. و اخشار دیگه هم جنس گرایان و پناهگرایان. هر روزم تو قسمون رنگین کمون خواهد بود. آره من ممنونم از این توضیحی که دادی. من ناخودآگاه نمیدونم چرا یه لحظه رفتم تو کوبا، بعد پریدم تو شوروی سابق، بعد رفتم کره شمالی، یه دونم تا رومانی هم رفتم. نه خب تو اسکاندیناوی رو باید به نظر من دیگه نگاه کنیم. داریم ببینید دو دقیقه ما قرار بود بریم سراغ نفر کسای دیگه. اسکاندیناوی بله، اسکاندیناوی کپیتالیست، اسکاندیناوی کشورهای اسکاندیناوی همه یه چیز بگم، کشورهای اسکاندیناوی که از همه کشورهای دنیا الان وضع مردمشون از لحاظ خوشحالی بهتره، خب اینا همشون سیستم‌های کپیتالیستی تنظیم شده با سوشال سیفتی نت هست که سعی کردن طبقات رو تا جایی که امکان هست از بین ببرن. اگر ما حتی تو همین کپیتالیستی با سوشال تنظیم شده با سوشال سیفتی نت رفاه بیشتری هم خواهیم داشت. طبقات هنوز داری ولی سوشال، یعنی من یک محدودیت داری که چقدر سقوط میتونی بکنی. مرسد اگه طبقات مرسی. از بین بره من فکر می‌کنم اما حرفات هم سیفتی طبقات لازم نمی بودا. بریم مرسی دوستان، خیلی ممنون که به این وقت. مرسی میلاد، حالا یه روز هم شاید بذاری دو ساعت با تو، خوبه؟ یه روز هم بذاری همین رو می‌خواستم. یه روز فقط در مورد سوسیالیست صحبت. نه دیگه بچه‌ها بریم سراغ مجید دیگه، اینقدر هم شنبه دیگه هم خونم. حالا به من با بابت خدا اگر آره باش.